درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه بینندگان عزیز در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب چهارشنبه 19 دی ماه ایرانی رو نیز با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب میگشاییم. اوجگیری ماجراهای یک شکنجه با اتهام زنی جدید علیه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه با تازه ترین بررسی های شکنجه ایشان در مجلس، بالا گرفتن علنی و عیان حملات لفظی میان اصلاح طلبان و حلقه نزدیکان به حسن روحانی رئیس جمهور ایران، واکنش ها به حضور پررنگ فرزندان و وابستگان به مقامات دولتی در بدنه دولت به عنوان مشاور و نقدها از این خیشاوند سالاری ها، از کار افتادن قطارهای سریع السیر ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن بودجه لازم برای تعمیرات قطارها، در عرصه سیاست خارجی نقد نرم و ظریف ظریف، از بدعهدی های اروپاییان با اظهار ناامیدی آقای ظریف از به نتیجه نرسیدن مذاکره با اروپا، همزمان تحریم شدن بخشی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به خاطر دست داشتن در برخی عملیات تروریستی برون مرزی از سوی اتحادیه اروپا، و در حوزه منطقه‌ای افزایش مجدد تنش‌ها میان آنکارا و واشنگتن با لغو دیدار اردوغان و جان بولتون سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 19 دی ماه ایرانی برابر با 9 ژانویه 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. همینک و در آغاز صفحه یک رو با تازه ترین یافته های مجلسی حول ماجراهای شکنجه کارگر زندانی می گشاییم که گویا محتسبان و پاسبانان قضایی و امنیتی ضمن رد شکنجه این کارگر نیشکر هفت‌تپه به اتهام زنی های جدید علیه وی هم کوشیدند. حکایت شکایت شحنه به داروغ بردن است. در این میان روزنامه مردم سالاری در مطلبی به عنوان تأکید وزیر اطلاعات بر شکنجه نشدن اسماعیل بخشی از برگزاری جلسه ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران برای بررسی موضوع شکنجه آقای بخشی خبر داد. این روزنامه در بخشی از گزارش خود به نقل از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی پارلمان ایران خبر داد که وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از روند دستگیری آقای اسماعیل بخشی تأکید کردند که به هیچ وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده. البته رئیس کمیسیون امنیت ملی هم در مصاحبه ای با تایید سخنان وزیر اطلاعات اعلام کرد که آقای بخشی اعتراف کرده که به حزب کمونیست کارگری وابسته است و سیاست این حزب گسترش اعتراضات است. در حالی که وزارت اطلاعات و مجلس هر گونه شکنجه این فعال کارگری رو رد می کنند، روزنامه مستقل در مطلبی از دستور حسن روحانی برای بررسی این موضوع خبر داد. این روزنامه در مطلبی به عنوان دستور صریح روحانی برای رسیدگی به ادعای اسماعیل بخشی اشاره می کرد که آقای حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در کانال تلگرامی خود نوشت که با دستور صریح رئیس جمهوری در واقع رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد. البته مشخص نیست که این دستور صریح چگونه دستوری است که فقط در یک کانال تلگرامی نشان آن یافت می شود و یا اساساً این بررسی به مسئولان وزارت اطلاعات که خود در مزان اتهام شکنجه هستند سپرده شده یا خیر. خبر
خبرها و نظرها رو پی میگیرم با تازه ترین ستیز و گریز در میان مردان دولت و اردوگاه اصلاحات که افزایش چالش و فاصله میان بخشهای از حکومت که به میان رو و یا اصلاح طلبان موسوم بودند هر روز با ابعاد تازه‌ای در واقع مواجه می شوند. در این راستا روزنامه قانون که به اصلاح طلبان نزدیک است در مطلبی به عنوان تفرقه خزنده به شدت به رئیس دفتر آقای حسن روحانی حمله می کرد. قانون ابتدا سخنان واعظی رئیس دفتر روحانی رو منتشر کرده بود که می گفت ائتلاف در ادبیات سیاسی به این معناست که ما بنشینیم قول و قرار بگذاریم که دولت رو چگونه تشکیل بدهیم، چند نفر از این طرف و چند نفر از آن طرف در دولت باشند، چه مقدار سهم وزیر و چه مقدار سهم استاندار دارند. پس ما چنین ائتلافی با هیچ گروهی از نیروهای سیاسی ایران از جمله اصلاح طلبان نیز نداشتیم. در ادامه ماجرا قانون با ادبیاتی نسبتاً تند این گناه آورده بود که نکته رو بایستی به امثال محمود واعظی و سایر افرادی که تفکر این گونه دارند گوش زد کرد که رئیس شما منظور روحانی که به خاطر طمع به جایگاه‌های حکومتی مردم رو از دست داد و بدنه حامی آن ریزش کرد، شما نیز از تاریخ درس بگیرید و به گونه ای عمل کنید که در آینده برای شستن روی شما نیاز به آب و صابون نباشد. که البته در این مطلب نیش آشکار و کنایه مکتوم در واقع به حسن روحانی بود که به طمع ماندن در حکومت و تصدی یک پست حکومتی بعد از دوران ریاست جمهوری از وعده‌های خودش عدول کرد و به محافظه‌کاران هر روز نزدیک‌تر شد. البته سخنان واعظی که یکی از اعضای ارشد حزب اعتدال و توسعه هست، از احزاب کمتر معروف میان رو هم هست، واکنش‌های رو در میان اصلاح طلبان در پی داشت. در این میان روزنامه صدای اصلاحات در مطلبی به عنوان آقای واعظی قبل تو رو بگویید کل بکشیم واکنش ابتهی از چهره های اصلاح طلب نزدیک به خاتمی رو به سخنان آقای واعظی منتشر کرده بود. کماکان با جدال جناحی دو سوی قطب قدرت برنامه رو دنبال میکنم. آفتاب یزد در مطلبی به عنوان چهار وزیر 41 مشاور از حضور پرتعداد جنهای برتر و نزدیکان به حکومت و مقامات دولتی پای سفره انقلاب به بهانه مشاوره وزیر پرده هایی تازه کنار زد. حسب این گزارش شریعت مداری که با 21 مشاور در وزارت صنعت رکورد داشت، حالا در وزارت کار نیز این رکورد خود رو حفظ کرده و 15 مشاور در همین مدت کم حضورش در وزارت کار دارد. حسب همین گزارش وزیر صنعت و معدن و تجارت هم با 15 مشاور در کنار شریعت مداری دارای رکورد بیشترین مشاور است. نکته جالب اینجاست که برخی از این مشاوران همزمان مشاور دو وزیر هستند و یا اینکه فرزند یک وزیر مشاور وزیری دیگر است. باید اشاره کنم که روزنامه آفتابی از تلاش میکرد که این رویه رو مختص دولت روحانی هم معرفی نکند و عنوان میکرد که در دولت احمدی نژاد هم این رویه با شدت بیشتری آغاز شده بود. همچنین گفتنیست که مطرح شدن پست دولتی گرفتن بسیاری از فرزندان و اقوام و وزرا با واکنش شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شده و بسیاری از کاربران این شبکه‌ها از این رویه انتقاد داشتن. عملا در واقع گسترش نوعی فساد سیستمی در بدنه جمهوری اسلامی است. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات منتخب. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران مجدداً صدرنشین بسیاری از روزنامه‌ها شد. پیشتر قهر و استعفای این دولت مرد جناح اصلاح طلبان و همینک اعلام بقایش دستمایه تحلیل و تفسیرها گردید. در میان روزنامه ایران تریبون چاپی دولت با انتشار تصویری انتخاباتی از جهانگیری و تیتر قول میدهم به خاطر شما بمانم، از ادامه همکاری جهانگیری اصلاح طلب با دولتی که هر روز به محافظه‌کاران نزدیک‌تر می‌شود خبر می‌دهد. روزنامه ابرار هم در مطلبی به عنوان
قول میدهم که با تمام وجود بمانم سخنان جهانگیری رو منتشر کرد که در جمع فعالان اقتصادی شرایط کنونی کشور در اثر تحریم ها رو به زمستانی سخت تشبیه کرده بود. جهانگیری گفت که من قول میدهم که با تمام وجود بمانم و از حمایت شما هم لحظه ای تردید نخواهم کرد. آنچه در توان دولت است رو به میدان میآورم تا از این دوره عبور کنیم. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستی. مرگ مرموز و مشکوک هاشمی رفسنجانی در آستان سالروز درگذشت این فقیه رکنی نظام فقها بر صدر صفحه یک بسیاری از روزنامه‌های عمدتاً اصلاح طلب نشست. در میان روزنامه شرق در صفحه یک خود همان گونه که می‌بینید در مطلبی به عنوان آخرین پروژه آیت الله به فعالیت‌های چند سال آخر عمر هاشمی رفسنجانی پرداخت. روزنامه مستقل هم مصاحبه ای رو با کوچکترین فرزند هاشمی با عنوان آیت الله آرامش داشت منتشر کرد. در این مصاحبه فرزند کوچکش هاشمی رفسنجانی رو در جایگاهی قرار داده بود که پس از مرگ ایشان کشور با مشکلات فراوانی روبرو شد. روزنامه آرمان که خود در آن زمان حیات هاشمی در واقع تریبون هاشمی رفسنجانی بود و حامی جریان اصلاحات هم هست، ضمن انتشار گفتگوهایی با دختران رفسنجانی در مطلبی به عنوان گزارش علت فوت هاشمی روی میز رئیس جمهور به نقل از محمد هاشمی برادر رفسنجانی آورده بود که خانواده هاشمی هیچگاه امکان بررسی شبهات مربوط به مرگ وی را نداشتند و تنها آقای شمخانی در شورای عالی امنیت ملی جلسه تشکیل داد و بررسی های انجام داد و در نهایت نتایج گزارش رو به رئیس جمهور ارائه کرده است. گفتنی است که پس از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی خانواده وی مرگ ایشان رو غیر طبیعی دانسته و حتی عنوان کردن که در بدنش اورانیومی درصد بالا وجود داشت و خواهان بررسی علل مرگ وی بودن که بعد از گذشت 2 سال البته هنوز این موضوع از سوی حکومت مسکوت مونده و مورد بررسی قرار نگرفت. خبرها و نظرها رو پی میگیرم با تازه ترین تأثیر تحریم و مشکلات اقتصادی این بار بر سامانه های ریلی ایران. از کار افتادن قطارهای سریع السیر ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و انباشت بدهی، همینطور ناتوانی از تأمین ایمنی برای همین تجهیزات حمل و نقل ریلی مورد تحلیل بسیاری از رسانه ها واقع شد. اخبار صنعت در مطلبی به عنوان قطارهای پرسرعت رجا زمینگیر شدند خبر داد که از 4 روز پیش حرکت قطارهای پرسرعت رجا متوقف شد. حسب گزارش روزنامه اخبار صنعت، مدیر عامل رجا گفت که فعالیت قطارهای سریع السیر با توجه به هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری و نبود بودجه کافی امکان پذیر نیست. به گفته آقای رجبی، حرکت این قطارها در مسیر تهران و مشهد و تهران و یزد برعکس کاملا متوقف شد. این مقام ریلی گفت که سفر از تهران به مشهد یا برعکس 70 یورو هزینه برای این شرکت دارد که معادل ریالیش با ارز دولتی 380 هزار تومان و با ارز رقابتی 800 هزار تومان هست، در حالی که قیمت بلیط 90 هزار تومان هست. اشاره نمایم شرکت رجا که متعلق به دولت ایران و سهام آن 100% دولتی بود، در اواخر سال 88 و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد بابت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی این سازمان واگذار شد و بر اساس گزارشی که به تازگی درباره شرکت منتشر شد، گفته شده که شرکت رجا 1100 میلیارد تومان ضرر انباشته دارد و بیش از 430 میلیارد تومان هم به راه‌آهن جمهوری اسلامی بدهکار است. خبرها و نظرها رو با تازه‌هایی از حوزه دیپلماسی خارجی پی می‌گیریم که اظهار ناامیدی ظریف از ناکارآمدی سازوکار کانال مالی اروپا برای ایران با استاب وسیعی در سطح
رسانه ها داشت. ظریف در سفرش به هند این ناامیدی رو علنی تر ابراز کرد. در این میان روزنامه ایران ارگان دولت در مطلبی به عنوان با شرکای سنتی همکاری میکنیم به موضوع سفر ظریف به هند پرداخت و این سفر رو پیامی برای اروپایی ها ارزیابی کرد. روزنامه ایران در ادامه به نقل از ظریف گفته بود که ما به همکاری با اروپا درباره SPV ادامه میدهیم، اما منتظر آنها هم نمیمانیم و با شرکای سنتی خود مثل هند، چین و روسیه در راستای منافع مردم ایران همکاری میکنیم. اما گویا سفر ظریف به هند بجز این گلایه های دیپلماتیک آشکار علیه اروپا وجه و جنبه های دیگری هم داشت که به آن هم میپردازم، از جمله دنیای اقتصاد در مطلبی به عنوان مدل انتقال پول نفت از هند دلیل سفر ظریف به هند رو رسیدن به توافق برای نحوه دریافت پول صادرات نفت ایران عنوان کرد. به گزارش این روزنامه وزیر خارجه ایران و هند به چارچوب اولیه انتقال پول نفت از هند به ایران دست یافتند و بر اساس همین چارچوب یکی از بانک‌های ایرانی در هند شعبه‌ای تأسیس خواهد کرد و با همکاری یک بانک هندی زمینه تسهیل تجارت و انتقال پول رو انجام خواهد داد. همچنین گفته می شود که منابع حاصل از فروش نفت ایران به هند در دو قالب تسویه خواهد شد. در قالب اول هند 50% از ارزش نفت خریداری شده رو به صورت روپیه هندی تسویه می کند. 50% باقی مانده رو نیز ایران از هند کالا و خدمات خواهد خرید. هرچند هنوز فهرست کالا و خدمات مذکور از سوی دو کشور نهایی نشد. در همین حال گزارش ها حاکی‌ست که با آغاز تحریم های نفتی آمریکا و پرداخت پول نفت ایران با ارز روپیه، ارزش پول ملی هند به صورت چشمگیری در حال افزایش است. اما خب پول ملی ایران قطعا رو به کاهش خواهد رفت. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که از سال 92 که دور قبل تحریم ها برداشته شد تا سال 2018 هند هنوز بخش عظیمی از پولهای بلوکه شده مربوط به صادرات نفتی ایران رو تسویه نکرده است. و اما ماجراهای تحریم امنیت خانه جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا. روزنامه همدلی در این میان در مطلبی به عنوان اهرم فشار با توسل به اتهام ترور عنوان کرد که نزدیک به 3 ماه پس از دستگیری چند ایرانی در فرانسه و دانمارک به اتهام اجرای عملیات تروریستی توسط ایران در این دو کشور، اتحادیه اروپا دست به تحریم ایران در این خصوص زد. همچنین آقای فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین ایران و کارشناس مسائل بین الملل، در گفتگو با همدلی ضمن اشاره به مبهم بودن ادعاهای اروپا در دست داشتن ایران در اقدامات امنیتی و خرابکارانه در پاریس و کوپنهاگ به نحوی تشکیک میکرد به اصل نیت جمهوری اسلامی و گفت که مقامهای ایران هم تا کنون تکذیبیه خاصی درباره این اتفاقات اعلام نکردند. در سوی دیگر ما روزنامه کیهان که خب مخالف هر گونه مذاکره با دنیای غرب هست در مطلبی به عنوان اروپا قرار بود تضمین بیاورد تحریم آورد، در گلایه آشکار سیاست‌های دولت روحانی نوشت در سایه سکوت و بیعملی دولت و دستگاه دیپلماسی اروپا روز به روز بر اقدامات خصمانه علیه ایران می‌افزاید. کیهان با اشاره به اخراج 2 دیپلمات جمهوری اسلامی از هلند اشاره داشت که اگر وزارت خارجه در مقابل گستاخی هلند اصول بدیهی روابط دیپلماتیک رو اجرا و اصل عمل متقابل رو انجام میداد، امروز شاهد دومینوی اخراج دیپلمات‌های ایرانی در واقع نبودیم.
گفتنی است که اتحادیه اسخای می کنم اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران و دو تن از کارکنان آن رو در فهرست گروه های تروریستی قرار داد و دارایی هایشون رو مسدود کرد. این تصمیم در پی آن گرفته شد که چند کشور عضو این اتحادیه از جمله دانمارک، هلند و فرانسه جمهوری اسلامی ایران رو به ترور یا برنامه‌ریزی برای ترور مخالفانش در این کشورها متهم کردند. و در وقت باقی مانده کماکان با جهان پرجدال سیاست خارجه برنامه رو پی میگیریم، البته به تناسب زمان شاید هم به پایان بردیم. افزایش دوره تازه تنش‌ها میان ترکیه و آمریکا با نپذیرفتن جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ توسط رئیس جمهور ترکیه وارد فاز تازه‌ای از منازعات میان این دو کشور مقتدر و متحد شد. در همین زمینه روزنامه شروع در مطلبی به عنوان مأموریت ناتمام اشاره کرد که مشاور امنیت ملی آمریکا پس از آنکه با پاسخ منفی رئیس جمهور ترکیه برای دیدار و گفتگو مواجه شد این کشور را ترک کرد. روزنامه ستاره صبح هم در مطلبی به عنوان مناقشه دوباره ی آنکارا واشنگتن بالا گرفت از افزایش تنش مجدد در روابط آمریکا و ترکیه خبر داد. این روزنامه نوشت که اختلاف نظر دو کشور در خصوص کردهای سوریه و مسائل دیگر به حدی بالا گرفته که بولتون بدون انجام مذاکره با اردوغان خاک ترکیه رو ترک کرد. ستاره صبح همچنین در ادامه گزارش خود اشاره کرد که با این حال اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا مبنی بر اینکه ترکیه بایستی نسبت به امنیت شبه نظامیان کرد متعهد شود واکنش اردوغان رو در پی داشت. رئیس جمهوری ترکیه گفت که شرط آمریکا برای خروج نظامیانش از سوریه رو نمیپذیریم. بولتون'un اسرائیل'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değil. Bunlar bu ülkede benim Kürt vatandaşım kimdir? YPG, PYD bunlar kimdir؟ محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا اشاره کنم که آقای جان بولتون یک روز پیش از آغاز سفر به ترکیه یک شنبه در سخنانی در اسرائیل گفته بود که آمریکا زمانی نظامیان خود رو از سوریه بیرون میبرد که باقی مانده ی نیروهای داعش شکست بخورن و تضمینات لازم برای امنیت کردها از سوی ترکیه به دست آید، که عملا یک نوع اتهام بود علیه ترکیه در کردکشی. در همین حال رئیس جمهوری ترکیه در نشست نمایندگان حزب عدالت و توسعه اظهارات آقای بولتون در اسرائیل رو اشتباهی بزرگ و غیر قابل قبول و زشت و زننده خواند. We cannot accept the comments made by Bolton in Israel. Comments made by Mr. Trump are our criteria on Syria. Turkish President Erdogan lashing out publicly at U.S. National Security Advisor John Bolton, who told reporters during a visit to Israel that the U.S. would only pull out of Syria if Turkey pledged not to attack Kurdish allies to the U.S. با این وصف به نظر می رسد که تنش میان آنکارا و واشنگتن پس از دستگیری کشیش آمریکایی و آزادی وی که قدری کاهش یافته بود دوباره در حال افزایش است. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان می رسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.